سلام دوستان، امروز میخوام بهتون یه وبسایت خیلی خوب معرفی کنم که شما میتونید عکس پروفایلتون رو توش آپلود کنید و این سایت بهتون بگه که این عکس پروفایل اصلا به درد گذاشتن رو رزومتون، رو لینکدینتون، فیسبوکتون میخوره یا نه. قبل از هر چیز سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اگه یادتون باشه من توی این ویدیو بهتون توضیح دادم که چطور یه اکانت لینکدین خوب داشته باشید. یه سری راهکار بهتون گفتم. یکی از اونا عکس بود. توی این ویدیو هم بهتون گفتم که یه عکس خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. بک‌گراند، نور، لباس، خنده، در مورد خیلی چیزا صحبت کردیم. اما امروز می‌خوام با یه تولز خیلی خوب کار کنیم. شما عکستون رو وارد این وبسایت میکنید و وبسایت اصلا به شما میگه که این عکس خوب هست یا نه. خب چرا نباید عکس رو به آدمای دور و برمون نشون بدیم؟ چون اگه عکس رو شما به اطرافیانتون نشون بدید، مخصوصا کسایی که شما رو دوست دارن، اونا نمیتونن نظر منصفانه ای داشته باشن. دوست داشتن رو نظرشون تاثیر میذاره و غیر از اون چون شما رو میشناسن فرست ایمپرشن ندارن. ببینید وبسایت های زیادی هستن که با توجه به اینکه پرایوسی پالیسی و حریم شخصی شما رو رعایت میکنن میتونن به شما تو انتخاب عکس کمک کنن. یکی از این وبسایت ها فوتو فیلر هست که امروز میخوایم باهاش کار کنیم. بریم با هم دیگه این وبسایت رو از نزدیک ببینیم و با نحوه عملکردش آشنا بشیم. خب دوستان، من مرورگر کروم وا کردم و آدرس photofiller.com رو وارد کردم اینجا. من این آدرس رو براتون توی دیسکریپشن هم قرار میدم. دقت کنید photofiller.com. وارد سایت میشیم. ببینید، حالا وارد قسمت لاگین شدم. بذارید برم تو صفحه اولش. همونطور که اینجا میبینید ما یه سری عکس افراد رو میبینیم که کنارش یک تگ سابجکت هم وجود داره، یعنی تو چه کاتگوری این عکس قرار داده شده، تو سوشال بوده، دیتینگ بوده یا بیزنس بوده. و همچنین ما یه سری اسکور اینجا داریم که این اسکورها از میانگین نمراتی که رای دهنده ها دادن این قسمت جمع شده. بذارید وارد وبسایت بشیم. برای ورودتون هم میتونید از طریق فیسبوک وارد شید، هم از طریق لینکدین. حالا من لینکدین رو انتخاب میکنم. خب بریم سراغ انجام ارزیابی تصویر. من ایمپورت از لینکدین رو دوباره میزنم. همونطور که میبینید عکس من از لینکدین اومده و اینجا بارگذاری شده. به صورت پیشفرض برای شما 3 کاتگوری اینجا گذاشتن: دیتینگ، سوشال و بیزنس، که ما با بیزنسش کار داریم. در نظر داشته باشید هر کدوم از این 3 کاتگوری 3 پارامتر برای ارزیابی رو هم ارائه میدن. مثلا برای بیزنس ما کامپیتنت، لایکبل و اینفلوئنشال رو داریم. برای سوشال هم همینطور کانفیدنت، اتنتیک و فان. و برای دیتینگ هم ما پارامترهای متفاوتی داریم. خب شما میخواییم برای لینکدینمون یک عکس مناسب در نظر بگیریم، بیزنس رو انتخاب میکنیم، گزینه نیکست رو میزنیم. باید متناسب با اون بیزنستون یک تایتل شغلی هم وارد کنید، چون کسی که دارین عکس رو میبینه باید احساس کنه که این بیزینسی که مربوط به تصویر شماه آیا با قیافه شما خانایی داره، ارتباط داره یا نه. خب پس من میام و شغلم اونجا وارد میکنم. من میزنم برنامه نویس. بعد از زدن دکمه نیکست به ما 5 گزینه داده شده. شما میتونید هم به صورت فری ارزیابی تصویر داشته باشید، هم با خرید کردیت. شما به میزان کردیتی که تهیه میکنید میتونید تست های متفاوتی داشته باشید. البته تمام این تست ها رو شما میتونید با کارما تست هم انجام بدید. کارما تست اسمش دقیقاً بیانگر اینه که چیکار قرار بکنه. شما رأی میدید به عکس های دیگه و به همین روش افراد دیگه میان به عکس شما رأی میدن و نیاز نیست که دیگه اصلا کردیتی تهیه کنید. خب من اینجا کارما تست رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید الان تست من آماده است. این قسمت دکمه پاوز رو میبینید، میتونید هر زمان که خواستید تست رو متوقف کنید و همچنین میتونید برید کردیت بخرید تا سریعتر ارزیابی شما انجام بشه. ولی شما قرار نیست که هزینه ای بدیم. روی گزینه Go Vote on Photos کلیک میکنیم. خب ببینید برای من اینجا یک تصویری اومده، بالا کاتگوریش رو نوشته و اینجا نوشته Mechanical Engineer، مهندس مکانیک. و این 3 پارامتر که میبینید competent, likable and influential رو برای من گذاشته تا رأی بدم. خب من مثلا competent
یا صالح و شایسته به معنای صالح و شایسته هست رو somewhat در نظر میگیرم. لایکبل رو yes میذارم و influential رو بازم میذارم somewhat. همچنین من میتونم اینجا یک سری تگ هم به عنوان feelings اضافه کنم. مثلا بگم از نظر من force smile، از نظر من یک خنده مصنوعی داره و خوب نیست. خب اینو اضافه میکنم. خب من submit vote رو میزنم. همونطور که میبینید این پایین کارمای من یک مقداریش پر شده. هر وقت این کارما به انتها برسه اون وقت عکس من هم برای بقیه به اشتراک گذاشته میشه تا بتونن رأی بدن، نظرشون رو وارد کنن و بعد از گذشت یک پریود، یک دوره زمانی من میتونم نتیجه مناسب رو ببینم. خب من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، کمی سریعتر این کار رو انجام میدم. خب من یه بار این کارما رو پر کردم و اینجا میبینید که کارمای من رو نوشته medium و هر باری که یک بار این رو پر میکنید، اولین بار low بوده بعد medium، الان هم که زمانی که کارمای شما فول بشه، پر بشه، لولش های باشه، اون وقتی که عکستون به اشتراک گذاشته میشه برای ارزیابی. خب این تصاویر آخر رو هم با هم دیگه انتخاب کنیم، رأیمون رو ثبت کنیم. بله و این هم آخریش. خب همونطور که میبینید ما به میزان کافی رأی ثبت کردیم و میتونیم منتظر این باشیم که عکس ما هم به اشتراک گذاشته بشه و بقیه در رابطه با عکس ما نظر بدن. من دکمه اوکی رو میزنم، میرم تو قسمت تست ها. چون کارما دارم و کارمم های هست، میتونم و انتظار داشته باشم که عکس من هم برای رأی گیری به اشتراک گذاشته میشه. باید در نظر داشته باشید که امکان داره این پروسه حداقل چندین ساعت یا حد اکثر یک روز، یعنی 24 ساعت طول بکشه. باید صبر کنیم یه مدتی. حتما از طریق ایمیل به ما اطلاع میدن که عکس شما به میزان لازم رأی کسب کرده و شما میتونید نتیجه رو بیایید و مشاهده کنید. همونطور که مشاهده میکنید برای من یک ایمیلی اومده مبنی بر این که باید برم و اکانتم رو چک کنم چون یک سری رأی روی عکس من ثبت شده. بریم با هم انجام بدیم. 49 نفر برای این تصویر رأی ثبت کردن که مجموع نظرهای اونها چنین چیزی که شما میبینید: 8.7 برای competent، 8.2 برای likeable و 9.1 برای influential. 7 تا نوت هم من اینجا گرفتم. خب اولی گفته که خنده خوبیه، دومی گفته عکس خوبیه. خب شما همین نوت ها رو میتونید روی تصاویر خودتون هم داشته باشید. دقت کنید اینجا یکی گفته که بهتره که رنگ بک‌گراندش رو عوض کنید وگرنه خود تصویر خیلی خوبه. یا اینجا گفته که به نظر میاد که خنده یک کمی مصنوعیه. خب تصور کنید شما یک عکسی آپلود میکنید و بقیه میان خیلی تخصصی در موردش صحبت میکنن، پس شما میتونید یک نتیجه مطلوب بگیرید که این عکس اصلا به درد گذاشتن توی رزومتون یا توی لینکدینتون میخوره یا نه. اگه میخواید کماکان مردم در رابطه با عکس شما نظر بدن، کاری نکنید، میتونید بعداً برگردید یک روز دیگه، دو روز دیگه بازم مشاهده کنید نظرهای جدید رو، یا اینکه این دکمه پاز رو بزنید و بگید که دیگه من نمیخوام ادامه بدم و تو همینجا کافیه. و اگه فکر میکنید که عکسی هست که نمیخواید توی هیچ اپلیکیشنی باشه به خاطر پرایویسی، میتونید بعد از پاس کردن این عکس رو هم حتی پاک کنید. در صورتی که بخواید یک عکس جدید اضافه کنید برای ارزیابی، میتونید دوباره رأی جمع کنید و به همون میزان از تکنیکی که بهتون گفتم کارما استفاده کنید و عکس جدیدتون رو ارزیابی کنید. خب بذارید من این قسمت دیتا رو هم بهتون توضیح بدم. اینجا شما میتونید با جزئیات دقیق ببینید که چند نفر دقیقا به چه گزینه‌ای رأی دادن. خب خیلی خوشحالم که هیچ کسی رأی نداده که من کامپیتنت نیستم و تقریبا صفر رأی اینجا ثبت شده. حالا هر چقدر این امتیازها، این امتیازهایی که شما میبینید بالاتر باشه، نشون میده که عکس بهتری رو انتخاب کردید و این عکس رو بذارید رو رزومه‌تون، قطعا نتیجه مطلوب تری هم میگیرید. حالا اگه قراره برای شغلی اپلای کنید، شانستون رو بالاتر میبرید.
یا اگه قراره پروژه‌ای رو قبول کنید، باعث میشه که کارفرمای شما به شما اطمینان پیدا کنه و خب این یک ابزاریه که شما نیاز نیست بابتش هزینه ای هم پرداخت میکنید. خب یه ریویو داشته باشیم. آیا این ابزار فوتو فیلر فری هست؟ هم فری هست، هم شما میتونید پول بدید و با سرعت بیشتر نتیجه یه مد نظرتون رو بگیرید. آیا این ابزار عکس های ما رو توی ایمیج های گوگل میاره؟ آیا حریم شخصی ما رعایت میشه؟ بله، حریم شخصی شما رعایت میشه و عکس ها به هیچ عنوان توی سرچ گوگل، توی جستجوی هیچ موتور جستجویی قرار نیست که بیاد. آیا فوتو فیلر عکس های ما رو میفروشه؟ داده های ما رو میفروشه و کسب درآمد میکنه؟ خیر، به خاطر اینکه درآمد اصلی این وبسایت از قسمت خرید کردیت هست و شما دارید با خرید کردیت بهش پول میدید و نیازی نیست که این کارو بکنه. منطقا نیازی نیست که این کارو بکنه. آیا بهتر نبود که از سایت هایی که تست AB به ما میدن، AB تستینگ به ما میدن استفاده کنیم؟ خب ما میدونیم که یه سری سایت ها هستن که شما عکساتون رو آپلود میکنید توش و بین دو تا از عکس های شما انتخاب میکنن کاربرها یا حالا وبسایت به صورت AI. نه، این خوب نیست، به خاطر اینکه امکان داره هر دو عکس شما نامناسب باشن. پس انتخاب بین دو عکس نامناسب اتفاق میفته. و در نهایت چقدر میشه اعتماد کرد به این نتیجه‌ای که این سایت داره میگه؟ چون خب خیلی ها امکان داره این رو به چشم بازی ببینن یوزرها و بیان و پشت سر هم همه رو بزنن بعد، یا خوب که فقط بخوان نتیجه عکس خودشون رو ببینن. یک هوش مصنوعی توی این سایت طراحی شده، یک AI وجود داره که میاد بررسی میکنه اگه یه کاربری داره همش یک رأی رو میده، یا تناوب رأی‌هاش نامناسبه، یا این رأی که این داده با رأی اکثریت خیلی در تضاده، اگه اینطور باشه این رأی رو از روی عکس شما بر میداره، پس نتیجه مطلوب تری به شما میده و فیلترش میکنه و رأی‌هایی که احساس میکنه که این رأی‌ها مشکل دارن رو در نظر نمیگیره. از اون طرفم چون این رأی رو در نظر نمیگیره، برای خود اون فرد هم هیچ کردیتی نداره و نمیتونه از مزایای رای دادنش استفاده کنه. غیر از اون اومدن یه کار جالبی کردن، توی عکس‌ها به صورت رندوم یه عکس بی‌رپ هم گذاشتن که این عکس اصلا عکس پروفایل نیست، میخوام ببینن که کاربر پشت سر هم داره کلیک میکنه یا اینکه نه داره فکر میکنه میبینه. این بود از داستان این قسمت. ما با فوتو فیلر آشنا شدیم. تو قسمت های بعدی با ابزارهایی که میتونه به شما کمک کنه که لینکدین بهتری داشته باشید بیشتر قرار کار کنید. خوشحال میشم که نظراتتون رو بهم بگید. اگه شما هم تولز دیگه میشناسید، فکر میکنید که برای بقیه مناسبه، حتما کامنت بذارید. سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله بغلش هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. موفق باشید و همیشه در تلاش باشید. خدا نگهدار.